خب به نام خدا، دوستان سلام عرض میکنم خدمت همتون. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری جملات شرطی درست کنید و بگید اگر. البته تو این ویدیو صرفا یاد بهتون میدم که چجوری اگر رو استفاده کنید، چون کلمه اگر دو حالت داره و در هر دو حالت هم صرف میشه واسه هر کدوم از فاعل هامون. اینه که تصمیم گرفتم حتما کلمه اگر رو بهتون درس بدم. خب بریم ببینیم که چطوری این کلمه برامون کار میکنه. خب همونطور که میبینید، در صورتی که به صورت کلمه جدا بخوایم استفاده بکنیم، سوای خود کلمه اگر که ممکنه در اول جمله و یا آخر جمله اضافه بشه، کلمه اگر در زبان ترکی صرف میشه. همینطور که میبینید، مثلا برای بن میگیم ایسم، برای سن میگیم ایسن. او بعد اون وسط فعل میاد، ممکنه اون فعل به هر زمانی باشه. ایسه، او، ایسه، بیز، ایسک، سیز، ایسنیز، اونلار، ایسلر. حالا این لر رو من در پارانتز گذاشتم چون که ممکنه این لر به ایسه فعل جمع سوم شخص وصل بشه و یا اینکه به خود فعل وصل بشه، یعنی یا به ایسه وصل بشه یا به فعل وصل بشه. یه جایی این لر و یا لار باید بیاد و یا اینکه فعلمون به صورت مفرد سوم شخص صرف بشه و ما از کلمه اون لار و یا اون فاعلی که به صورت جمع استفاده میکنیم بدونیم که این فعل سوم شخص جمع هستش. اینه که لر رو توی پرانتز گذاشتم براتون. خب بیشتر از اینکه حالت تئوری بهتون بگم، میخوام مثال بهتون بگم که بهتر متوجه بشین. قبل از اینکه بریم سراغ مثالا، خیلی راجبش فکر کردم که من این توضیحات رو راجب هر زمانی، مثلا زمان آینده جدا، زمان گذشته جدا، فلان، واسه هر کدوم از اینا یک ویدیو جدا بذارم که اگر چجوری درشون استفاده میشه. بعد دیدم خیلی میشه، این بود که تصمیم گرفتم این ویدیو رو تا اونجایی که میتونم کوتاه و تا اونجایی که میشه مفید باشه براتون یه جورایی جمع و جور درست بکنم که طولانی هم نشه، خسته کننده هم نشه. هرچه مثال بیشتری ببینید اونقدر بیشتر متوجه میشید. باز هر موقع که سوال داشتید لطفا توی کامنت ها بنویسید که من بهتون جواب بدم. جمله بسازید بفرستید برای من بهتون جواب میدم. فقط یه چیزی، اگر تا حالا سابسکرایب نکردید اون دکمه زنگوله رو بزنیم که من بعد چند ماه پیدام شد خبرتون بشه که آره من یه ویدیو گذاشتم. چون کنگ خود کم پیدام، خیلی معذرت میخوام، کم لطفی میکنم. تا الان هم از تمام سابسکرایبر هم تشکر میکنم. اگر شما ها نبودین من هم انگیزه ای نداشتم که بیشتر بهتون کمک کنم. خب بریم سراغ مثال هامون، سرتون درد نیارم. اینجا معنیشو بگم، بن ایسم یعنی اگر من بشوم و یا باشم، سن ایسن یعنی اگر باشی و یا بشوی، حالا بسته به اون فعلش فرق میکنه، او ایسه اگر باشد و یا بشود، بیز ایسک یعنی اگر باشیم و یا بشویم، سیز ایسه نیز یعنی اگر باشید و یا بشوید، اونلار ایسه لر اگر باشند و یا بشوند. حالا
بنا به اون فعل فرق میکنه. من اینجا یک معنی کلی براتون گذاشتم که یه مقداری روشن بشه که چه خبره. گفتم حالت صرف شدهش هم میتونه بیاد سوای اینکه اول و یا آخر جمله‌ای که شما ازش استفاده میکنید یا طرف مقابلتون استفاده میکنه کلمه اگر رو داشته باشه و یا نداشته باشه. خب اینجا به صورت جداگانه با فعلای مختلف مثال زدم. مثلا میگیم که بن گیدیور ایسم، یعنی اگر بروم. سن گیت میور ایسن، اگر نروی، تو اگر نروی. او ایستیور ایسه، اگر او بخواهد. بیز کابول ات میور ایسک، اگر ما قبول نکنیم و یا اگر در حالتی باشه که ما قبول نکنیم. سیز گلیور ایسنیز، اگر بیایید و یا اگر قرار باشه که بیایید. اونلار بیل میور ایسه، اگر آنها ندانند. اینجا مثلا ممکنه بیل میور لار ایسه بیاد و یا بیل میور ایسه لر، به این صورت ممکنه که جمله بندیتون شکل بگیره و یا اینکه این لر اصلا نباشه. اونلار بیل میور ایسه، همون اونلار اولی حالت سوم شخص جمع رو برامون چی کنه؟ مشخص بکنه. خب بریم سراغ مثال بعدی. فعلای مختلف آوردم، هم منفی هم مثبت دیگه، اینجوری. خب بن بیلدی ایسم، اینا هم در حالت گذشته براتون یه چند تا مثال زدم. یعنی اگر بدانم و یا اگر میدانستم. سن یه مدی ایسن، اگر نخوردی و یا اگر نخورده باشی. او یابتی ایسه، اگر انجام داده باشد. بیز گلدو ایسک، اگر ما خندیده باشیم، یعنی در زمان گذشته. سیز چلشتی ایسنیز، اگر کار کرده باشید. اونلار کنوشتو ایسلر، اگر آنها حرف زده باشند. و یا اگر اونلار کنوشتولار ایسه، و یا صحبتی از لر و یا لار نباشه، اونلار کنوشتو ایسه. هر سه حالت هم مشخص میکنه حالت سوم شخص جمع رو. یه چند تا فعل زمان آینده هم مثال زدم. خب اینجا میگیم که بن گیدجک ایسم، اگر قرار باشه من بروم. تن گلجک ایسن، اگر قرار باشد بیایید، یعنی تو بیای. اویا پاجک ایسه، یعنی اگر قرار باشد که او انجام دهد. بیز گلجک ایسک، اگر قرار باشد بخندیم. سیز چلوشاجاک ایسه نیز، اگه قرار باشه کار بکنید. اونلار کنوشاجاک ایسه، اگه قرار باشد حرف بزنند. و یا اونلار کنوشاجاک لار ایسه، و یا اونلار کنوشاجاک ایسه لر. لر رو بیارید و یا نیارید. هر سه حالت هم درست. مرتب تکرار میکنم. خلاصه تحمل کنید. خب این در حالتی هستش که صرف کلمه اگر در حالت به صورت کلمه مستقل ظاهر میشه در جمله، که حالت رسمی تری هم داره. به این شکلی هستش که میبینید با رنگ سیاه مشخص کردم. حالا میریم سراغ حالتی که به صورت پسوند هستش. میدونید زبان ترکی پر از پسونده و زمانی که حالت پسوند پیدا میکنه باید طبق قواعد
هم هوای صدا اون پسوند هم تبعیت بکنه. پس زمانی که حرفهای نازک رو داریم از پسوندهایی که به رنگ سبز مشخص کردم، سم، سن، سه، سک، سنیز، سلر و یا سه استفاده می کنیم. از مواردی که با رنگ سبز مشخص کردم، در صورتی که هجای آخر کلممون با یک حرف صداداری تموم میشه و یه حرف صداداری توش هستش که جزء حروف نازکه، مثل ای، مثل ا، مثل ا، مثل ا، اینها حروف نازک هستن که خب اگه تا الان ویدیوها رو تعقیب کرده باشید میدونید. مواردی که با رنگ قرمز مشخص کردم، اونها پسوندهایی هستن که به کلماتی وصل میشن که هجای آخرشون حروف کلوف رو داره، مثل آ، ا، او و او. اینا هم همونطور که میبینید سام، سان، سا، ساک، سانز، سالار و یا فقط سای خالی. اینا هم به این صورت وصل میشن به کلماتی که حروف صدا داره کلوف رو دارن. خب تو مثال ها بریم نشونتون بدم که چجوری هستش. حالا مثال مختلف زدم. بنگیدی ارسام، اگر بروم، اگر من بروم. سنگیت می ارسان، اگر تو نمی روی. و یا بالا اگر من می روم. سنگیت می ارسان، اگر تو نمی روی. او ایستی ارسا، اگر می خواهد. بیز کابول ات می ارساک، اگر ما قبول نمی کنیم. سیز گلی ارسانز، اگر شما می آیید و یا اگر بیایید. اونلار بیل می ارسا، اگر آنها ندانند و یا اگر الان نمی دانند. و یا به این شکل هم میشه onlar bilmiyorlarsa و یا onlar bilmiyorsalar، هر سه مورد هم میشه که معمولا حالت سوم شخص مفرد رو برای جمع بیشتر استفاده میکنن. من بیشتر شنیدم، یعنی گوشم اونجوری بیشتر آشنا هستش، ولی میگم در حالت های رسمی اون لار رو اضافه میکنن، مخصوصا لار رو به فعل اضافه میکنن تا به پسوند. خب اینجا هم با حروف نازک داریم. بنگی درسم، اگر بروم. سنگیت مستن، اگر نروی. او ایسترسه، اگر او بخواهد. بیس کابول ادرسک، اگر ما قبول کنیم. سیز گلیر سنیز، اگر شما بیایید. اونلار بیلیرسه، اگر آنها بدانند. یه نکته دیگه که میخوام بگم اینه که من اینجا فاعل ها رو نوشتم که مشخص بشه کدوم پسوند برای کدوم فاعل اومده. ممکن هستش، یعنی اینطوری هستش که اصلا فاعل در جمله شما وجود نداشته باشه. همین پسوندهایی که صرف میشن به عنوان شناسه ای خواهد بود که به عنوان فاعل شما رو متوجه میکنه که فعل راجع به چه کسی هستش. یعنی مثلا لزومی نداره حتما برای بنگی درسم کلمه بن رو بیاریم. لزومی نداره که برای سنگیت مستن کلمه سن رو بیاریم و تا آخر. مثلا گی درسم، اگه برم. گیت مستن، اگه نری. یعنی کافیه که همین پسوند باشه تا متوجه بشیم مال کدوم فاعله. آوردن فاعل الزامی نیست. خب بریم سراغ بعدی. بن یا پارسم، اگر
من انجام دهم. اگر انجام بدم، سن با کارسان. اگر نگاه کنی، از من چراغ روشن کنی. اوکی. سن با کارسان. اگر نگاه بکنی و یا فکر بکنی، با کارسان بعض وقتا به معنای مشاهده بکنی، بررسی بکنی، فکر بکنی راجع به یه چیزی. مثلا میگه اگه به اون قضیه بخوای نگاه بکنی، مثلا این به معنای نگاه کردن نیست، جلو چشت بیاری، به معنای فکر کردنه. بعضی جاها با کارسان به معنای فکر کردن هم هستش. خب اوی کارسا یک ماک دو معنی داره، یکی به معنای شستنه، یکی به معنای ویران کردنه. من هر دو مدل هم استفاده کردم. حالا اینجا ببینم، اگر بشورد، مثلا یه ماشینی چیزیه، اوی کارسا، و یا یه شخصی میخواد یه چیزی رو بشوره. بیز یا پارساک، اگر ما انجام دهیم. سیز ازگون اولورسانز، اگر شما ناراحت بشوید. اونلار اولوردارسا و یا اونلار اولسالار، اگر بشوند و یا باشند. این هم هر دو حالتی هستش که اینجا نوشتم خدمتت. خب بریم سراغ مثاله بعدی. اینجا حالت آینده رو مطرح کردم. بن یا پاجاکسام، اگه قرار باشه که من در آینده انجام بدم. سن با کاجاکسان، اگر قرار باشه که تو نگاه بکنی، اگر قرار باشه به اون موضوع فکر بکنی. او یه کاجاکسا، اگر قرار باشه ویران بکنه، مثلا یه خونه ای رو خراب بکنه. بیز یا پاجاکساک، اگر قرار باشد انجام دهیم. سیز ازگون اولاجاکسانز، اگر قرار باشد ناراحت بشید آینده. اونلار اولاجاکلارسا، اگر قرار باشد که بشوند و یا باشند. اینجا یه اشتباه کوچیک کردم، این درستش کنم براتون. ببین عجله. خب دوستان، تا اینجا مثال ها رو زدم. همونطور که میبینید، بنابر اون مثلا وقتی که زمان آینده به کار میبریم، بیشتر پسوند سام، سان، سا اینا رو به کار بردیم، با حروف کلوفت استفاده کردیم پسوندمون رو. مثلا در صفحه قبلی که نشونتون دادم، زمانی که با یکی از جمله های زمان حال ساده در حالت شرطی بود، مثلا گیدرسم یا پارسم، گیدرسم اونجا که حروف نازک رو داشتیم، پسوند سم و سام رو انتخاب کردم. بستگی به یه سری زمان ها، خب یه سری از این حالت پسوند اگر یه خود بیشتر استفاده میشه. مثلا این حالت حروف کلوفتش بیشتر استفاده میشه، به خاطر همون بیشتر از این مثال زدم. خب دوستان، امیدوارم که براتون قابل فهم باشه. باز اگه سوال داشتید بپرسید. اگه چیزی کم و کسر بود، من تو ویدیوهای بعدی و یا توی ویدیو مکمل این قضیه رو بیشتر باز بکنم خدمتتون. خیلی ممنون از همراهیایی که میکنید. حتما سوالاتتون رو تو کامنت ها بذارید. خیلی متشکرم بابت همه چیز. ممنون، موفق باشید.